خب دوستان عزیز بعد از اینکه آقای جواد ظریف هر آنچه دل تنگش خواست علیه شخصیت پربار و شخصیت عمیق و ژرف سردار دلهای ایران سلیمانی گفت خیلی ها واکنش نشون دادن حالا ماها واکنش نشون دادیم یکی از مده ها در این وسط به محمود کریمی من کاری به شخصیتش ندارم بحثی هم ندارم واکنش نشون داد یکی رو تا مدهایی کرد علی آقای ظریف و اینا خب بعد از این حملات به ظریف برخی از افراد آخون و مشکوک مثل حاجی صادقی بیچاره حاجی صادقی سوژه ما شد این اومد تو رو خدا به ظریف توهین نکنید دفاع نکنید از سول... اصلا نگو نکن توهین نکنید به ظریف گفت دفاع نکنید از سلیمانی که حمله بر توهین علیه ظریف بشه حالا بماند که بعد که آقای خامنه ای حمله کرد به ظریف این آقای حاجی صادقی که برگشت به یک فرد مؤمن گفتش که نمک نشناس و تندتر از خامنه ای حملات و توهین کرد به ظریف اما در کنار این برخی دیگه از آخوند ما گفتیم ببینید براندازی نظام جمهوری اسلامی خدایی نکرده زبانم لال زبانم لال خدایی نکرده براندازی جمهوری اسلامی اگر اتفاق بیفته فکر میکنید چهار تا بچه سسود بی بخار بدبخت بیچاره رزاباز و خاکانداز یا پوشک پوش سازمان مجاهدین خلق یا این اپوزیسیون برانداز کبریت بی خطر ارزه دارن شلوارشون رو بکشن بالا چه برسه به اینکه که بخوان براندازی کنن نه اینا که عددی نیست اینا کبریت بی هم همون گونه که گفتم براندازی از دل قوم به وجود میاد من کاری محمود کریمی ندارم چیزی هم, هم که کرده کاری ندارم دمش هم گرم یا دمش هم ناگرم اصلا برام مهم نیست محل بحث من نیست محل بحث من یه آخوند دیگه است به نام میبودی این فرد بذاری چهره شو بهتون نشون بدم این فرد یه آخوندیه ایشون به نام محمد تقی فاضل میبودی از نزدیکان خامنه ایست میگم خامنه از نزدیکان ببخشی خدا, یا خدا به دور از نزدیکان خاتمیست خدا به دور که یه همچین آدم خطرناکی نزدیک آقای خامنه‌ای باشه خدا به دور پس گرفتم شدید اشتباه کردم بذارید رو حساب این که پنج ساعت دارم برنامه اجرا میکنم یه مقدار خسته شدم و مغزم یاری نمیده از نزدیکان خاتمیست و میدونی کجا به آدم فشار میاد از حامیان دو چرخ سواری خانوم هاست اینجاها آدم بهش فشار میاد که ما یک بخش خشک مذهبی داریم که انقدر بدبازی بازی میکنه یه آدمی که نزدیک خاتمی است و الان حمله کرده به کریمی که تو غلط کردی حمله کردی به ظریف حالا عدل قرآن و اینام چیز میز در که تو گناه کبیره کردی حالا توضیح خواهیم داد یه همچین آدمی میاد پشت یک حرف درست به مانند داشق سواری خانم ها در برابر حرف غلط برخی از این مذهبی ها که داشق سواری خانم ها رو ممنوع اعلام میکنن این مشکل ما کجاست؟ مشکل ما اینا یک سری چیزای جزئی رو این اصلاح طلب ها و خائنین دست گرفتن به خاطر حماقت بخشی از مذهبی ها اونو دست گرفتن و دارن در بحثای کلان مملکت رو زیر سوال میبرن در حالی که این بخشی که یک سری اشتباهات داره در بحث کلان تو سوریه و تو عراق و در بحث کلان حفظ مملکت شاه کار کرده اما یه جاهای گیر و گور داره این اونجا آدم بهش فکر آدم نمیدونه چه جوری بگه واقعا چه جوری بگه که فتنه است یعنی همه چی فتنه شده که یه رفعه این فاضل میبودی میگاد میگه مثلا پوزیشن اینو میگه که دخترها مثلا آزادن دو سواری کنن حرف درست داره میزنه ولی چرا داره حرف درست رو میزنه به خاطر حماقت بخشی از خشک مذهبیه و به خاطر اینکه تو دل قشر خاکستری بره و این قشر خاکستری رو ضد خامنه‌ای بکنن خیلی بحث سنگی نیست بعد که ما خانم‌های های بی مثلا میان کمپین ما میگن ما برای سلامتی خامنه‌ای مثلا دعا میکنیم یک بخشی خشک مذهبی باز نمیفهمه ما چه کار بزرگی داریم میکنیم. داریم بازیای فاضل میبودی ها و اصلاح طلب رو خونسا کنیم یک بخش واقعا آقا ما اینا نگیم خر آقا خود تو رو خدا یکی به من دوستان مذهبی من کوچیک تو اون بخش از دوستان مذهبی که من کوچیکشونم به من بگید به اینا چی بگی یعنی اینا نمیفهمن ما چه کار بزرگی داریم در دفاع از خامنه ای میکنیم اینا میخوان بگن آقا خانمایی که مثلا یه خود شل هجابن بی حجابه اینا ضد خامنه ای موفقم شدن تا به امروز تا اینکه ما اومدیم موفق بودن تا اینکه ما اومدیم ما زمین بازی رو عوض کردیم زمین بازی اینا رو تو دست گرفتیم بعد به جایی که اصلاح ناراحت باشن که ناراحتن که دارن خوشونو پاره میکنن از پشت این خشک مذهبی ها به من دارن خنجر میزن من برمیگردم اینو اوه پشتم چقدر تیر کمون خورده خنجر فرو کردن پشت من خدایا ما چی بگیم حالا ببینید این فاضل میبادی چی میگه فاضل میبادی جالب میگه اجازه بدید میگه که پس لرزه های توهین آمیز معروف علیه ظریف در شب قد گناه کبیره است وزن ظریف کجا و اینان کجا و ایشون اومده واکنش نشون داده و دقیقا در اینجا میگه که بله میگه که فاضل میبادی عضو مجمع محققین حوزه علمیه قوم در رابطه با شیرخانی محمود کریمی در شب قدر و توهین به وزیر امور خارجه گفت یکی از علل دینگریزی در جامعه این است که دین تبدیل به یک ابزار شده تا افراد مقاصد گروهی و جنایی خود را دنبال کنند این مسائل مهمی است که به آن توجه نمیشد برخی از مردان که سودای بخش سودا میان سوادی از اسلام ندارن و این که هم از اسلام سواد نداره یعنی همه بر... محمود کریمی که وقتی سواد نداره از نگاه اینا یا از نگاه محمود کریمی هم اینا سوادن هیچ هم که هر کی هم یه تفسیری داره از اسلام دیگه اینم هم دیگه یه چیزی میگه سواری از اسلام ندارن و چیزی از قرآن نمیدونن برای دنبال کردن اهداف و مقاصد سیاسی و اقتصادی خود مقدسات دین را ابزاری برای این مبارزه با, کس با, کسی که در اردوگاه حزبی آنها نیست قرار میدن بعد ادامه میده که اخیرا دیدم یکی از مدان در حجویاتی که سروده وزیر امور خارجه را مورد حمله قرار داده همه میدانند که تاثیر و خدمت ظریف چندین برابر بیشتر از چنین افرادی است عجب این که میگه همه میدونن این چی گفت همه میدونن باز یاد این سامه درخشانی تو این خوب و بعد جلف میافتم همه میدونن همه کی همه میدونه همه میدونن جواد ظریف خائنه چرا ما رو جز همه خودتون قرار دادید آقای میبودی یکی به من جواب بده این فاضل میبادی فکر رو پیشونیم یه چیزی نوشته گوشامون مخملیه باست یه جورایی نمیدونم اینا چرا فکر میکنن گوشای ما مخملیه به خدا گوشامون مخملی نه دست زنم به خدا همین الان دست زدم ببین هم اکنون که دارم به خدا مخملی نیست گوشامون آی فاضل میبادی ظریف خائنه بعد میگه که همه میدونن خدمت ظریف چندین برابر بیشتر از چنین افرادی است و وزن ظریف کجا و این افراد کجا عجب بسیار باعث تاسف است که یک فرد برای فریب به مردم به یک انسان بزرگ و خدمتگزار حمله میکنه این فاضل میبودی حرام لقمه بگم بگم دیگه گفتم دیگه این فاضل میبودی حرام لقمه حالا که داریم میگیم بذار قشنگ با آهنگش بگیم حرام لقمه تا این لحظه یک بار دفاع نکرده از سردار سلیمانیا آخونده آخونده دقت کن برای سردار سلیمانی دخترای بی حجاب تا ما فوکل کرواتیا همه اشکمون در اومده تا این لحظه یک دفاع نکرده از سلیمانی نزدیک خاتمی است بذار این پازلا رو بذار کنار هم دیگه نزدیک خاتمی است برای ریا کردن و خر کردن قشر خاکستری که یک بخشی از همین کسانی که ادعا میکنن ما هوادار سلیمانی هستیم ولی خلاف روش سلیمانی میان بحث میکنن میگن دو چرخ سواری دختر نباشه چون دل اونا هم به دست بیاره مدافع دو چرخ سواری دختران میشه تا این لحظه یک دفاع از سلیمانی نکرده این بیشرافت همش هم پشت آقای ظریف بوده الان اومده محمود کریمی رو تازه ادامه میده میگه تو اصلا خلاف دینی و فلان و اینا میگه که یک فرد برای فرار به واسه بزرگ و خدمتگزار حمله می‌کنه این نشر مصاحبه میگه این که نشر زریف به ظریف به مزاق برخی خوش نیاید را حق میدم اما حمله به ظریف با اشعار مذهبی و ببین اصلا بحث این نیست که این صحبت‌های ظریف به مزاق ما خوش اومده یا نه خیانته آقا قاسم سلیمانی جایگاهش در ذهن ما یک جایگاهی بسیار والای غلط میکنه کسی نه ایشون نقد کنه گفتم بهتون سلیمانی رو نمیتونی تو این مملکت نقد کنی گفتم کسی که برای منافع ملی کشور همش تو خاک ریزا بوده غلط کرده یک آدم یق سپید همچون ظریف بخواد نقدش کنه شوخی نداریم با شما ما میگه اما حمله به ظریف با اشعار مذهبی و در لیالی قدر گناه کبیره است یعنی الا آقای محمود کریمی چون فوش داده به آقای ظریف گناه کبیره آقا باشد از این گناه های کبیره لعنت بر ظریف آقا این گناه های کبیره مال من آقا هر کسی در ایران به ظریف فوش میده حمله میکنه اگر قراره گناهی مرتکب شده باشه گردن من اگر اون دنیا وجود داشت همش به حساب من در دفاع از سلیمانی جلو هر کس وای میسیم گفتم اینا میگه آقا توهین کردی به ظریف گناه کبیر است ببینید من نمیخوام این بحث کشش بدم این حجویات این مردی که میبودی رو هم نمیخوام فقط یک نکته ای رو میخوام عکس بعدی الان ولی برنامه بعدیه این مردی که یه چیزی رو من بگم بهتون براندازی از قوم رخ میده جزء حوزه مدرسین قوم این آدم بچه های حزب الله مذهبی رو این آدم داره آموزش مذهبی میده کسی که تا این لحظه از سلیمانی دفاع نکرده ابله خر مذهبی که در توییتر میگی امید داره نفوذ میکنه گوشت مخملی دست بزن من دست زدم مال من نیست به خدا ولی مال تو هست ابله نفوذ یعنی این این داره بچه مذهبی تریناتونو رو آموزش قرآنی میده میفهمی چیه یعنی چی؟ من که اینجا با فکر کراوات نشستم علنی میگم اسلام تو قبول ندارم تو اکتوشم چه نفوذی کردم این آدم که از سلیمانی دفاع نمی کنه. این آدم که سیاست های درست خامنه ای رو نقد میکنه و در بهترین حالت ازش دفاع نمیکنه این آدم که هیچی به ظریف نه تنها نمیگه در مقام دفاع از ظریف برمیاد برمیاد یا در میاد در میاد درستره این آدم داره بچه مذهبیات تو قوم آموزش میده حالا برو توییتر بشین از امید دانا تویت بزن امید دانا اینو گفت امید دانا اونو گفت تا کجا میخوای همش هر چی من میریزم برداری هی بگی امیدانه اینو گفت امیدانه اونو گفت آقا این عقده ای امیدانه دهنتونو دهنتون سرویس داره میکنه ولی نفوذی اینه خیلی ابلهید به خدا خیلی ابلهید الان یه خود خسته شدم اینجوری باهاتون صحبت کردم یعنی الان از که پنج ساعته دارم اجرا میکنم یه خورده اگه حالم بهتر بود قشنگ الان از خجالتتون در میارم تا صرف نظر میکنم از خجالت شما در بیام ولی شما عزیزان تند مذهبی همون لیاقتتون آقای فاضل میبودیست یه ذرگ شعور داشتی نفوذ تو قومه در قوم کلاس قرآن که میذارن پایان درس فقهشون لعنت میفرستن بر خامنه ای شعور برسه بزرگترین دشمنان خامنه ای در قوم جمع شدن در همین حوزه علمیه فتنه از حوزه علمی قوم شروع میشه در برابر انقلابی هم که شماها انجام دارید که من قبولش ندارم ولی مدافعش هستم چرا به این قبولش ندارم ولی برای حفظ ایران مدافعشم حرفا سنگینه آنتی تز انقلاب رو از توی قوم دارن آموزش میدن به خدا اگر بفهمی من چه جوری دارم از شماها در سطح گسترده دفاع میکنم چی کار دارم میگم تمام بازی اصلاح طلبه و دشمنان وجودی ایران و علی خامنه ای من دارم یک تنه موقع چیز میکنم خونسا میکنم شما 24 ساعت امیدانه اینو گفت امیدانه اونو گفت عاشقتونم <تصفح> شب و رو روزگار خوش من یه بار توی برنامه امروز تکرار کردم دوباره تکرار میکنم نه تکرار نمیکنم دیگه برای که طولانی میشه عاشقتونم شب روزگار خوشحالتون رو به خدا میسپارم بدرود